Vi har samlat här för att stödja iranier asyl i Grekland som de var tvungna att hungrigt söka och sy munnen som ni ser på bilderna. Det är tragiskt, det är sorgligt, men de var tvungna att göra det i Iran. Och folk är tvungna att fly därifrån för att rädda sitt liv. Men tyvärr, europeiska länderna ser inte till den situationen som råder i deras krav, stödja deras rättigheter till asyl, stödja de som har flytt från den diktatoriska, barbariska islamiska regimen i Iran. Nöd med islamiska regimen i Iran. Nöd med islamiska terrorregimen i Iran. Nöd med islamiska terrorregimen i Iran. Nöd med islamiska terrorregimen i Iran. دوستان عزیز خیلی خوش اومدید. شانس یارمون نبود و جای قدردانی که شما اینجا جمع شدید. من از طرف سازمان سراسری پناهندگان ایرانی سوئد با شما صحبت می کنم. حرکت ما این حرکت ما و کلیه حرکت که اون دوستانی که دارن احساب میکنن و مبارزه کردن چندین هفته تو یونان، باید اینو فراموش نکنیم. آدمایی که یه جایی گیر میکنن به خاطر اینکه خودشون از اون جهنم نجات بدن دست به هر کاری میزنن. حق پناهندگی، حق زندگی کردن یه جایی دیگه، حق انسانی هر آدمی هستش. همه حق دارن و هر دلیلی بخوان یه جای دیگه زندگی کنن و هر انسانی باید ضد انسانی، آدمایی که از کشدار، از تحقیر، از ما در واقع ما از حق انسانی مستقرن که ما باید حقیقی باید مبارزه کنیم. ولی بانی همه این مشبت ها جمهوری اسلامی هسته. چرا جوانان از ایران، زنان از ایران، مردم از ایران فرار می کنند؟ چون یه حکومت دیکتاتوری، یه حکومت ضد انسانی هیچ نوع حق و حقوقی برای مردم این مملکت قائل نیست و مردم گروه گروه فرار می کنند. می خواهد یه جایی دیگه یه زندگی هم تحقیق داشته بزن. اروپایی سهیم از کشورهای اروپایی ارتشی رو جمع کردن دور مرزهای کشورهای اروپایی به اروپا. اونا دارن حمایت مالی میکنن، خونی میکنن، تکنولوژیک میکنن و سربازان اونجا هستش برای اینکه از ورود کننده ها جلوگیری کنن. بنابراین موقعیت که کننده به یونان داره و تنگ بخشش بسیده با خود کشورهای اروپایی و از جمله سوئد. ما بارها اینجا باید وحشتناک و عصبار پناهندگی تو یونان حتی از نظر هیچ آدم با انصاف تو این مملکت قابل قبول نیست. بنابراین اینو باید متوجه کشورهای اروپایی هم کرد. شانس میگن یاد رو نامه را نوشتیم براش شکایتمون رو نوشتیم، بعدش هم به سازمان احمد انجنزر هم فرستادیم. بازم اینو ادامه میدیم واسه اینکه فکرم اعتراضمون رو ادامه میدیم. خیلی ممنون، خیلی متشکر پیش ما و از دور بهشون پیغام دادیم. حالا فکر کنم این دهن کچه به ما دعوتشون کردن توی مجلس سوئد حرف بزنن. فکر کنم به هر کسی که میشناسید بگید که 4 نوامبر یادتون نره روی رادیو ایرانی دنبال بکنید. من خودم دقیقاً یعنی جاش مشخصه، چون همین امروز اعلام کردن از ترسشون هنوز ساعتش هم اعلام نکردن.